بچه‌ها 11 ادامه میدیم فصل 2 فیزیک رو با حل چند مسئله و قسمت دیگری از درس. در قسمت قبل برای شما توان مولد رو گفته بودیم، توان مقاومت ها رو گفته بودیم. حالا میخوام چند تا مثال حل بکنیم. ولتاژ ثابتی به دو سر یک مقاومت 20 اوم برقرار شد. پس مقاومت رو دارم، 20 کولون بار کیو رو دارم، در آن 800 جول گرما تولید میکنه. این میتونه یوی من باشه. زمان عبور بار رو حساب کنید. بچه ها آر آی دو تی رو استفاده میکنم، آی رو بازش میکنم، میمیسم کیو تی اون زرد در تی. این چون توان دو داره یه دونه تی با این میره، میشه آر کیو دو تقسیم بر تی. خب عدد میذارم، 800 مساوی است با آر 20، کیو هست 20 چون توان دو داره 20 تقسیم بر تی. ملاحظه بفرمایید بچه ها، 2 2 2 میشه 8، با این 8 میره، 2 تا 0 هم با این 2 تا 0 میره، تی میشه 10 ثانیه. این از این سوال. سوال دوم، توان دستگاهی 4 واته، پس توان رو به من داد 4 وات. مقاومتش 100 اوهمه، ولتاژ قابل تحمل و جریان عبوری رو حساب کنید. بچه های من، پی هست وی دو آر اوم. پیمون وقتی 4ه، وی دو بر روی 100، وی دو میشه 400، جذر بگیرم میشه 20 ولت. این از وی. اما وی مساوی است با آی آر 20 مساوی است با آی ضرب در 100. از اینجا نگاه کنید، اینجا 2 دهم میشه شدت جریان ما، 2 دهم آمپر. اما مسئله بعدی، توان مصرفی وسیله 600 واته، توانش 600 واته. اگر روزانه 10 دقیقه ازش استفاده بشه، در مدت 30 روز چند کیلووات ساعت انرژی مصرف میشه؟ بچه ها اینجا داره به ما یک واحد جدیدی رو برای انرژی معرفی میکنه. واحد جدید چیه بچه ها؟ کیلووات ساعت. در حالت عادی شما برای انرژی چی داشتید؟ جول داشتید. اما اینجا میگه که شما بدون، اگر روزانه 10 دقیقه، 10 دقیقه یعنی چقدر از یک ساعت؟ 1/6 ساعت دیگه، 1/6 ساعت، درسته؟ استفاده بشه در مدت 30 روز، حالا زمانش 30 روزه، انرژی رو میخواد. چی بگیم بچه ها؟ میایم میگیم انرژی هست توان ضرب در زمان. این جول میشه وقتی این وات باشه، این ثانیه باشه. وقتی قراره که بشه کیلووات ساعت، پس توان باید باشه کیلووات، زمان باید باشه ساعت. همین کار رو هم انجام میدیم. 600 رو که وات تقسیم بر 1000 میکنم بشه کیلووات ضرب در 1/6 ساعت، 30 روزم قرار کار بکنه، این میشه زمان کل ما. خب پس این رو حساب میکنم، نگاه کنید، 3 تا 0 با این 3 تا 0 میره، 6 با 6 میره، میشه 3 کیلووات ساعت. بچه ها واحد کیلووات ساعت رو تو قبضای برقتون میبینید، انرژی الکتریکی خونه ها، کارخونه ها، مغازه ها با واحد کیلووات ساعت سنجیده میشه. پس تبدیل کردن به کیلووات ساعت رو امیدوارم یاد گرفته باشید. اما میخوایم بریم سراغ مسئله بعدی. مسئله بعدی رو خوب نگاه کنید بچه ها. تو مسئله بعدی یه نکته بسیار مهم وجود داره، حواس جمعی. این نکته مهم ماست، خوب بخونیم. میگه یک باتری با نیرو محرکه 6 ولت، پس به من ای رو داده 6 ولت، مقاومت درونیشم داده 1 ولت، جریان در مدارش باشه 1/2 آمپر، شما بگو توان تولیدی و مفید چیه؟ خب من برای اینکه توان تولیدی حساب بکنم بچه ها، میگم توان تولیدی یعنی ای آی. پس میام میگم که ای من هست 6،
آی من هست یک دوم میشه سه وات. این توان تولیدی. توان مفید میخوام حساب کنم. این تولیدی بود بچه ها. اینجا مفید میخوام حساب کنم. یادتونه؟ میگفتیم ای آی منهای آر آی دو. ای آی که سه، آرش هم که داده یک، آی هم داده یک دوم به توان دو میشه سه چهارم. سه منهای یک چهارم. 2.75 وات. اینم از توان مفید. قسمت ب به شما میگه توان تلف شده. بچه ها توان تلف شده هست آر آی دو. همین بالا حساب کردیم یک چهارم یا 25 وات. قسمت جیم در اینجا حواستو جمع کن. در هر دقیقه در مولد چقدر گرما تولید میشه؟ بچه ها گرما تولید میشه یعنی چقدر انرژی هدر میره. برای محاسبه هدر رفت انرژی این کار رو انجام میدیم بچه. نگاه کنید. میاییم میگیم یوپرین انرژی تلف شده، پپرین ضرب در تی، توان تلف شده ضرب در زمان. 25 ضرب در زمانتون 60 ثانیه است. خب 6 5 تا 30 تا 6 2 تا 12 تا میشه 15. پس ما میشه کارمون نگاه کنید یه صفرم اگر جلوش بذارم دو تا ممیز بزنم میشه 15 ژول گرما تولید میشه یا انرژی تلف میشه. خب این از این. اما یه قسمت دیگری از درسمون مونده تحت عنوان توان اسمی و ولتاژ اسمی. ببینید بچه ها یه وسیله رو که به ما میدن، یه وسیله الکتریکی رو که به ما میدن، ما برای اون وسیله نگاه میکنیم به پشتش تا بتونیم ببینیم که خب اینو به چه ولتاژی وصل کنیم، چه ولتاژی مناسب بشه. خب اینو رو اون وسیله مینویسن تا شما اشتباهی نزنیم به یه چیزی بسوزه، به یک ولتاژ ناجور براش. خب به این میگن ولتاژ اسمی، ولتاژی که تن وسیله مینویسن و مناسب ترین ولتاژ برای وسیله است. پس ولتاژ اسمی میگیم مناسب ترین ولتاژ برای وسیله الکتریکی تا بهینه کار کند، بهترین کارش رو انجام بده. عموما با وی اس نمایش میدن. اما توان اسمی چیه؟ اگر وسیله به مناسب ترین ولتاژ یعنی وی اس وصل شود، بیشینه توان خود را می دهد که به آن توان اسمی می گویند. بچه ها توان اسمی رو با پی اس نشون می دن. یه مثال بزنم این موضوع رو برای شما مشخص کنم. مثال روی یک وسیله 2 عدد 200 ولت و 4 کیلووات نوشته شده است. اگر آن را به ولتاژ 100 ولت وصل کنیم توان مصرفی یا توان مصرفی و شدت جریان چند برابر می شود یا چقدر می شود؟ چند می شود؟ چند برابر؟ چند می شود؟ چند برابر می تونه باشه؟ فرق نداره. خب من میخوام اینو حل بکنم. میام میگم که روی این وسیله وی اس و پی اس رو دارم. چه چیزی در وسیله ثابته؟ حواسمون باشه مقاومت ثابت هست. وقتی مقاومت ثابته من میام از رابطه پی مساوی وی دو آروم کمک میگیرم. بچه ها اینجوری مینویسم پی حالت جدید به پی اس مثل وی حالت جدید به وی اس به توان دو. پی حالت جدید به 4 کیلووات مساوی است با وی 100 به 200 به توان 2. اینا رو ساده می کنم. 1/4 با 4 اینور ساده میشه.
پی میشه یک کیلو وات یا 1000 وات. اما شدت جریان میخوام حساب بکنم. برای شدت جریان میگی وی مساوی آی آر، پس وی به وی اس مثل آی به آی اولیه هست. آی اولیه رو من چجوری حساب بکنم؟ نگاه کن، آی اس رو اینجوری حساب میکنیم، پی مساوی است با اینجوری. پی اس چنده؟ 4000. وی اس 200. از اینجا آی اس به دست میاد 20 آمپر. خب حالا میام تو این رابطه این دوتا رو با هم مچ میکنم. وی رو دادیم چند؟ 100. به 200 مثل آی به 20. خب اینم با این بره، آی میشه 10 آمپر. این از این مسئله. خب اما بریم سراغ یه نکته دیگه. برای اینکه نکته دیگه رو خدمت شما بگم، اینجا رو یه ردیفش بکنم، برم سراغ ولتاژ دو سر مولد. اگه یه مولد به من بدن، من چجوری ولتاژ دو سرش رو حساب میکنم؟ میخوام این رو هم یاد بگیریم تا بتونیم باهاش خیلی مسئله حل بکنیم، تو خیلی از تستا بچه ها مطرح میشه. پس تیتر درسمون میشه محاسبه ولتاژ دو سر مولد. محاسبه ولتاژ دو سر مولد. بچه های ریاضی دو مدل میخونن، ولی بچه های تجربی همین یه مدلی که من خدمت شما میگم رو میخونن. فرض میکنیم این ای باشه، این آر باشه، این جریان اصلی از قطب مثبت بیاد تو مدار. خب اینجا اگر من یه ولت سنج ببندم، وی که شما میتونین بخونین اینه، ای منهای آی آر، ولتاژ دو سر مولد. خب این ولتاژ، این نیرو محرک است، آیم که جریانه، آرم که مقاومت درونی مولده. خب اگه به شما بگم نمودار وی بر حسب آی رو رسم بکن، میگیم چون اینجا منفی داره، توان یک خطیه، منفی داره، یعنی چجوری باید رسمش بکنم؟ اینجوری. بالاترین نقطه وقتی جریان صفره، ببین اینجا وقتی جریان صفره، وی همون ای رو نشون میده. تو این نقطه چی؟ وی صفره، پس آی میشه ای آروم. شیب چی رو میده بچه ها؟ شیب این خط به من منفی آر رو میده، منفی مقاومت درونی رو میده. این به شرطی که یه دونه مولد تو مدار داشته باشیم. حالا من میگم این نکته رو هم میگم بدونید بد نیست، اگر دو مولد، این نکته است، داشته باشیم، یکی تولید کننده باشد و دیگری مصرف کننده. ببینید بچه ها اینجوری میکشیم، این ای یک مثلا باشه 10 ولت، این ای دو باشه مثلا 5 ولت. خب بچه ها شما قبلا تو راهنمایی میگفتیم وقتی مولدها هم نما به هم وصل میشن، اینا از هم کم میشن، الان هم این همونه. این مولد بزرگه همیشه میشه تولید کننده، ولتاژ دو سرش هم همونجوری حساب میشه، اما این میشه مصرف کننده. چرا؟ ببینید وقتی این جریان میفرسته از قطب مثبت بزرگ جریان میاد، از قطب منفیش خارج میشه، یعنی در مولد مصرف کننده به جای اینکه جریان از قطب مثبت بیاد تو مدار، از قطب منفی میاد. برای همین بهش میگم مصرف کننده. ولتاژ دو سر مولد مصرف کننده اینجوری به دست میاد، ای به علاوه ای آی آر، ای به علاوه ای آی آر.
اون وقت نمودارش چه شکلی میشه؟ نمودار وی بر حسب آی این شکلی میشه. این شکلی میشه. اینجا میشه ای. خب اینجا دوباره شیب میشه. شیبش میشه خود مقاومت درونی. خیلی خوب. امیدوارم اینایی که خدمت شما گفتم رو خیلی خوب یاد گرفته باشین. تا جلسه بعد شما رو به خدای بزرگ میسپارم.